سلام به همه دوستان، به کانال فیلم باز خوش اومدین. صبح جمعتون بخیر و امروز هم طبق روال هر هفته قرار بریم سراغ اخبار سینما. با هم دیگه چک کنیم و ببینیم چه اتفاقات مهمی طی یک هفته گذشته افتادن. تا دیگه هیچی از زیر دستمون در نره. مثل هر جمعه هم وقت تلف نمی‌کنیم و یه راست میریم سراغ اخبار. تو هفته گذشته بازم یکی از مهمترین خبرها مربوط میشد به اعتصاب نویسنده‌ها و بازیگران. که جدیدترین اتفاقی که افتاده اینه که طی هفته گذشته استودیوها راضی مذاکره با بازیگرا و نویسنده‌ها شدن و گفتن که حاضرن طی هفته آینده باهاشون یه مذاکره جدید داشته باشن. تو هفته گذشته استودیوها تاکید کردن که حاضر نیستن مذاکره کنن. ولی اتفاقی که افتادش این بود که تعداد خیلی زیادی از بازیگرها دست جمعی یک مبلغی رو به اتحادیه نویسندگان و بازیگرا تقدیم کردن. بازیگرایی مثل جنیفر لوپز، هیو جکمن، بن افلک، دیکاپریو، همینطور رایان رینولدز و نکته مهمتر اینجاست که همشون یک رقم واحد یعنی 1,000,000 دلار به این اتحادیه اهدا کردن. این یعنی که میلیون ها دلار کمک جمع شد و اینطوری برای چندین ماه نویسنده ها و بازیگرا میتونستن احتساب خودشون رو ادامه بدن. برای همین استودیوها حاضر به مذاکره شدن. یا مثلا یه اتفاق دیگه که هفته گذشته افتاد این بود که براد پیت که از طرف اتحادیه اجازه فیلمبرداری فیلم جدیدش رو داشت، یعنی فیلم ایپکس، بعد داشت توی اروپا فیلمبرداری میکرد، ولی برای حمایت از بازیگران و نویسنده‌ها فیلمبرداری رو کلا تعطیل کردش که این میتونست یه خسارت بزرگ به کمپانی سازنده بزنه و به خاطر همین حمایت بازیگرای بزرگ بود که کمپانیا حاضر مذاکره شدن. حالا بعد تا هفته بعد صبر کنیم ببینیم که نتیجه مذاکرهشون چی میشه. حالا اینجا که بازیگرا اومدن کمک کردن، یه چیزی حاشیه ساز شد، اونم کمک جیسون موموا به اتحادیه نویسندگان بودش. کمک این بازیگر اینجوری بود که 50 بسته آب معدنی از طرف شرکت خودش ارسال کرد به این اتحادیه. یعنی کل کمکی که کردش این بود که این باز خودش خورده حاشیه داشت هفته گذشته. یه خبر دیگه مربوط به این اتفاقات توی هفته گذشته این بود که شرکت نتفلیکس یک مدیر متخصص در زمینه هوش مصنوعی رو استخدام کرد که البته نامش مشخص نشده. فقط چیزی که مشخص شده اینه که حقوق این فرد تقریبا 1,000,000 دلار بوده. و یه خبر مشابه دیگه هم اتفاق افتاد، این که دیزنی 12 متخصص هوش مصنوعی رو جذب کرده تا محدودیت‌های هوش مصنوعی رو بتونن کنار بزنن. البته معلوم نیستش که کمپانی دیزنی داره روی چه بخشی از هوش مصنوعی کار میکنه، چون دیزنی خیلی وقته که تو زمینه هوش مصنوعی داره کار میکنه. یک عالمه برنامه تخصصی این شرکت ساخته که مربوط میشه به تبدیل کردن عکس به کارتون‌های دیزنی، یا مثلا میتونن با هوش مصنوعی صورت بازیگر رو پیر یا جوان بکنن. کلا خیلی در زمینه هوش مصنوعی این کمپانی فعاله، ولی هیچ وقت در زمینه نویسندگی کار نکرده. ولی حالا مثل این که این کمپانی داره تلاش میکنه تا بتونه فیلمنامه‌هایی رو با کمک هوش مصنوعی بنویسه. البته فعلا این کمپانی‌ها خیلی راه دارن تا بتونن این کار رو انجام بدن. هفته گذشته کریستوفر نولان یه مصاحبه انجام داد با یه کانال یوتیوب و توی مصاحبه بهش یه دونه فیلمنامه رو نشون دادن که چت جی پی تی نوشته بود. از چت جی پی تی خواسته بودن که یه فیلمنامه علمی تخیلی بنویسه به سبک کریستوفر نولان و ایده فیلمنامه رو که یه پاراگراف بیشتر نبود دادن به خود نولان که توی مصاحبه بخونه و نظر نولان این بودش. We say in English cobblers because yeah. Total nonsense. So it's like he tried and take a few things of a few of your movies and did a mashup and just a weird thing came out. Yeah. خبر بعدی مربوط میشه به بازیگر سریال یوفوریا، یعنی انگس کلاود، که در سن 25 سالگی درگذشتش. این بازیگر از پارسال دچار بیماری روانی بود، یه بار خودکشی ناموفق هم داشتش. هفته پیش پدرش رو از دست داد و همین فشار روحی روانی باعث شدش که انقدر مواد مخدر مصرف بکنه که اووردوز بکنه. بدن بیجان این بازیگر رو پلیس توی آپارتمان شخصی خودش پیدا کرده. خبر بعدی مربوط میشه به کمپانی دیزنی. فصل دوم سریال لوکی تریلر جدیدش منتشر شد و تونست چندین رکورد جابجا کنه. مثلا تریلرش در عرض 24 ساعت 80 میلیون بازدید گرفتش. این سریال قراره 14 مهر ماه پخش شروع بشه و هر هفته یه اپیزود ازش بیاد و یه بازیگر جدید هم توش هستش، همون بازیگری که توی فیلم Everything Everywhere All At Once بازی میکرد و برنده اسکار هم شد توی این سریال حضور داره. به نظر فصل دومش جالب میشه. طراحی روی پوسترش 10 شخصیت متفاوت از لوکی رو نشون میده که روی میس مینت دارن میدونن. به نظر میرسه که لوکی توی فصل دوم قراره به طور مکرر توی زمانهای متفاوت سفر کنه. خبر دیگه دیزنی این بودش که مشخص شده که لایو اکشن سفید برفی اصلا شبیه انیمیشنش نیست و یه داستان کاملا متفاوت داره. ریچل زگلر بازیگر نقش سفید برفیه و توی این داستان اینطوری گفته میشه دیگه دختر توسط شاهزاده نجات پیدا نمیکنه و اصلا محوریت داستان عشق و عاشقی نیست. رویای سفید
برفی اینه که به یک رهبر تبدیل بشه. یعنی همون پیامی که چندین وقته که هالیوود توی فیلماش جا داده. خود بازیگر نقش سفید برفی تاکید داشته که به زودی این شخصیت به الگوی همه جوانان تبدیل میشه. خبر دیگه از کمپانی دیزنی بوده که توی هفته گذشته سومین شکست تجاری پی در پی این کمپانی اتفاق افتاد. یعنی فیلم هانتد منشن که جرد لتو و اوون ویلسون توی این فیلم بازی میکنن بودجش هم 150 میلیون دلار بوده که بعد از پشت سر گذاشتن افتتاحیه‌اش فقط 33 میلیون دلار فروش کرد و بعد از ایندیانا جونز و المنتال این شد سومین شکست پی در پی این کمپانی. خبر دیگه در رابطه با دیزنی این بودش که آدام درایور از فیلمنامه چاشگفت‌انگیز به طور رسمی انصراف داد به خاطر اینکه این فیلمنامه رو خونده بوده و به نظرش این فیلمنامه بد بوده و خودش گفته که نتونسته ارتباط بگیره با داستان، برای همین از نقش ریچاردز کنارگیری کرده. خبر غیر موثق اینه که مارول یه نامه فرستاده به مت اسمیت، یعنی همون بازیگری که نقش دیمن تارگریان رو بازی کرده بود، و قراره که این شخصیت جایگزین آدام درایور بشه. حتی فعلا هنوز جوابی براش نیومده. اینجوری گفته میشه این آخرین گزینه مارول و اگر این بازیگر هم درخواست رو رد بکنه، فیلمنامه مورد بازبینی قرار میگیره. خبر دیگه از کمپانی دیزنی این بودش که رئیس سینماهای آی مکس طبق یه بیانیه ای اعلام کردش که هیچ علاقه‌ای به اکران فیلم جدید مارول، یعنی فیلم د مارولز، نداره و گفته که هیچ کدوم از سینماهاشو در اختیار این فیلم قرار نمیده و این کمپانی اعلام کرده که تمایل داره که تمام سینماهای خودشو در اختیار فیلم دون قسمت دومش بذاره. قسمت دوم فیلم دون همراه با فیلم مارولز توی یک روز قرار در نوامبر یا همون آبان ماه اکران بشن. خبر بعدی همونجور که میشد پیشبینی کرد مربوط میشه فیلم اوپنهایمر. تمام اخبار سینما حول محور اوپنهایمر و باربی میچرخه، جوری که اصلا فیلم ممورد غیر ممکن گم شده بین این خبرها. تو هفته گذشته فیلم اوپنهایمر با پشت سر گذاشتن فیلم جان ویک 4 شدش پرفروشترین فیلم بزرگسالان سال 2023. این فیلم تا الان فروشش رو رسونده به 450 میلیون دلار و پیش بینی میشه که در نهایت با 900 میلیون دلار فروش خودش رو به پایان برسونه، که برای یه فیلم با رده سنی آر فروش خیلی خوبیه. خبر عجیب در تو فیلم اوپنهایمر اینه که تمام بلیط‌های این فیلم رزرو شده. اصلا توی آمریکا بلیط‌های این فیلم توی بازار سیاه داره فروخته میشه. یعنی فیلم کمیاب شده. در حدی که بلیط سینماهای آی مکس قیمتشون تو بازار سیاه رسیده به 1400 دلار. یعنی 70 میلیون تومان میدن که برن فقط فیلم اوپنهایمر ببینن. استقبال از فیلم اوپنهایمر انقدر بالا بوده که سینماهای آی مکس اعلام کردن که یک هفته بیشتر این فیلم رو روی سینماها نگه می‌دارن و حاضر شدن تمام قراردادهای بعدی خودشونو با فیلم‌های بعدی اصلاح بکنن تا فقط بتونن اوپنهایمر رو بیشتر نگه دارن. تو هفته گذشته کیلین مورفی یه مصاحبه داشت و وقتی که ازش پرسیدن که دوست داره توی سینمای مارول بازی بکنه، نقش دکتر دوم رو بهش گفتن حاضر قبول بکنی یا نه، اونم گفته که برای یک فیلم تنها چیزی که براش مهمه فیلمنامه است. اگه مارول یه فیلمنامه خوب براش بفرسته، حاضر حتی توی سینمای مارول هم بازی بکنه. اما مثل هر هفته هم وقتی که صحبت راجع به اوپنهایمر می‌کنیم، راجع به باربی هم باید حرف بزنیم حتما. تو هفته گذشته رقیب اوپنهایمر یعنی باربی تونست فروش خودش رو به مرز 900 میلیون دلار برسونه و پیش بینی میشه که یک شنبه، یعنی با پشت سر گذاشتن آخر هفته، فروشش به 1 میلیارد دلار برسه. این فیلم تونست رکورد 15 ساله فیلم بتمن دارک نایت نولان رو بشکنه که اون فیلم تونسته بود 301 میلیون دلار تو گیشه آمریکا بفروشه، ولی این فیلم تونست تو این مدت اکران روی دست این فیلم بزنه و بیشتر بفروشه. یکی از دلایل فروش خیلی بالا این فیلم به خاطر تبلیغات خیلی هوشمندانه‌شه که همچنان هم این تبلیغات ادامه داره. توی هفته گذشته کاری کردن این بودش که رفتن سراغ طرفدارای گروه BTS. رایان گاسلینگ این هفته یه گیتار که مال فیلم باربی بوده رو به یکی از اعضای گروه BTS هدیه دادش، که این کار باعث شد که این کار ترند بشه توی توییتر، مخصوصا توی کره جنوبی، و فروش فیلم همینجور توی دنیا افزایش پیدا کنه. اما فیلم اوپنهایمر و باربی دو تایشون با همدیگه یه حاشیه داشتن توی هفته گذشته. اتفاقی که افتاد این بود که توی توییتر آمریکایی‌ها انقدر با این انفجار بمب اتم همینجور تصاویر باربی شوخی کردن که باعث شد که مردم ژاپن عصبانی بشن و هشتگ تحریم باربی رو زدن. فیلم اوپنهایمر که هنوز تو ژاپن اکران نشده و حالا به خاطر این شوخی ها حتی ممکنه که باربی هم توی ژاپن اکران نشه، و این کار باعث شده بود که مردم ژاپن برن یه سری میم درست بکنن با 11 سپتامبر و به آمریکایی‌ها بگن که خوشتون میاد کسی بیاد با این چیزا شوخی بکنه، که این کار خودش باعث شدش که اکانت رسمی باربی که یه عکس با شوخی بمب اتم داشت رو از توی صفحه خودش حذف بکنه. یه خبر مشابه به اینم توی هفته گذشته اتفاق افتاد. یه فیلمی هستش که قرار مهر ماه اکران بشه به اسم The Creator. مربوط میشه به هوش مصنوعی و ماجرای
جنگ انسان‌ها با هوش مصنوعیه. حالا تو هفته گذشته مشخص شد که سازندگان این فیلم به جای ساختن لحظه انفجار توی فیلمشون، رفتن یه ویدیوی واقعی رو آوردن که یادتونه تو سال 2020 یه انفجار مهیب توی لبنان اتفاق افتاد. تو اون حادثه 220 نفر کشته شدن، 110 نفر هم کلاً مفقود شدن. حالا مشخص شده از این تصاویر مستند اومدن استفاده کردن توی فیلمشون، که این باز دوباره باعث ترند شدن هشتگ تحریم توی توییتر شده بود که چرا خالقان این فیلم با یک اتفاقی که باعث مرگ و میر شده میان یک محصول تجاری درست میکنن. خبر دیگه مربوط میشد به واکنش دو تا از سینماگرای بزرگ که در رابطه با این روزهای سینما اومده بودن صحبت کرده بودن. اولیشون میشد فرانسیس فورد کاپولا که همون کسی که فیلم پدرخوانده رو همونجور فیلم اینک آخر زمان رو ساخته، گفته که فیلم باربی و اوپنهایمر یه پیروزی بزرگ برای سینماست. حد میزنه که شاید وارد دوران طلایی سینما دارن میشن. اگه اخبار سینما رو تو این چند سال دنبال میکردید، کاپولا از اون کسایی بود که خیلی اعتراض میکرد به اینکه چرا مثلا فیلمای مثل سینمای مارول انقدر دنباله هم هستن همه فیلما. اومده بود گفته بود که فیلم اوپنهایمر و باربی فیلمای بزرگی ان چون دنباله یک فرانچایز بزرگ نیستن. مردم رفتن سینما این دو تا فیلمو تماشا بکنن در حالی که این دو تا فیلم رو اصلا نمیشناختن و این یه پیروزی بزرگ برای سینماست. اون یکی سینماگر بزرگی هم که در اوتو این دو تا فیلم صحبت کرده الیور استون بود که به تمجید فیلم اوپنهایمر پرداخت، گفتش که اول کارگردانی این فیلمو به من پیشنهاد داده بودن ولی من قبول نکردم. و این کارگردان بزرگ هم گفت که این دو تا فیلم نوید اینو میدن که شاید روزهای بزرگی برای سینما شروع شده باشه. حالا که این خبرا رو گفتیم در رابطه با باربی اوپنهایمر، یه چیز خیلی جالب بهتون میگم در رابطه با کمپانی سازنده اوپنهایمر، یعنی کمپانی یونیورسال. این کمپانی توی سال 2023 خیلی خوب عمل کرده. میدونید که پرفروشترین انیمیشن سال 2023 تا الان انیمیشن سوپر ماریو که 1.3 میلیارد دلار فروش کرد. حالا اتفاق جالبی که افتاده اینه، این استودیو یه استریم داره، اسم استریمش از پیکاک. مشخص شد که توی 4 ماه گذشته 980 میلیون دلار ضرر داده. یعنی هر چی که این کمپانی از انیمیشن سوپر ماریو سود کرده بود همه‌شو سر ضرر پیکاک داده رفته. حالا کارشناسا پیش بینی میکنن که این استریم تا پایان سال 2023 ضرری 3 میلیارد دلاری به کمپانی یونیورسال میزنه. خبر بعدی طبیعتاً بعد از اوپنهایمر و باربی مربوط میشه به ماموریت غیر ممکنه 7. این فیلم تحسین شده که اکشن خیلی جذابی داره، تونست تو هفته گذشته 160 میلیون دلار دیگه هم بفروشه و مجموع فروشش رو به عدد 460 میلیون دلار برسونه، اونم در حالی که تمام سینماهای آی ماکس خودش از دست داده. پیش بینی میشه که فیلم جدید تام کروز که براش 4 سال زحمت کشیده قرار نهایت 700 میلیون دلار بفروشه و این نتیجه اکران همزمان این فیلم با اوپنهایمر و باربیه. این فیلم ماموریت غیر ممکن بدلکاری‌های خیلی خفنی داره. تام کروز یه جا روی سقف قطار داره میجنگه، یه جا از هلیکوپتر پریده پایین، یه جا دیگه قطار رو پرت کردن تو دره. اگه به پشت صحنه‌اش علاقه دارید، توی یه ویدیو جداگانه تمام این بدلکاری‌ها و صحنه‌های اکشن رو ساختم، میتونید از لینک بالا تماشا بکنید. بس خبر بعدی در اتون نتفلیکسه. توی هفته گذشته دو قسمت آخر سریال ویچر منتشر شد و بدترین نمره های کل سریال ویچر رو تونستن به دست بیارن که به ترتیب نمره 2.14 و 5.2 رو گرفتن. هرچند تهیه کننده های این سریال کم نیوردن و در واکنش به اینکه چرا هنری کویل از این سریال جدا شده، گفتن که اصلا این شخصیت اصلی نبوده. گفتن شخصیت اصلی سریال سیریه، نه ینیفر نه گرالت، برای همین اصلا مهم نیستش که هنری کویل جدا شده. و اینطور که به نظر میرسه توی فصل چهارم قرار نقش شخصیت گرالت به مقدار زیادی کاهش پیدا بکنه و شخصیت سیری قرار نقشش پررنگ‌تر بشه. خبر بعدی در رابطه با نتفلیکس اینه که فیلم مایسترو به کارگردانی برادلی کوپر که خودش هم تو این فیلم بازی می‌کنه، گریم خیلی خفنی هم داره، قرار 30 آذر ماه از استریم نتفلیکس پخش بشه. این فیلم داستان زندگی نامه یه آهنگساز و رهبر ارکستر خیلی معروفه. نکته جالب اینجاست که استیون اسپیلبرگ، مارتین اسکورسیزی و تات فیلیپس، یعنی همون کسی که فیلم جوکر رو ساخته، تهیه کننده های این فیلمن. این فیلم قرار بودش توی فستیوال فیلم ونیز امسال حضور پیدا کنه ولی برادلی کوپر اعلام کردش که به اعتصاب اتحادیه‌ها میپیونده و نمایش فیلمش رو توی این مراسم انجام نمیده و کلا انصراف داد از این فستیوال. خبر بعدی از نتفلیکس خودش یه خبر سمیه، مربوط میشه به سریال ونزدی. اینطور که مشخصه فصل دوم این سریال قرار تبدیل بشه به یکی از گرونترین سریال‌های تاریخ و قرار با 200 میلیون دلار هزینه پرهزینه‌ترین سریال نتفلیکس بشه. دلیل
هزینه خیلی بالای فصل دوم به خاطر این نیست که مثلا میخوان کیفیت رو اضافه کنن، به خاطر اینکه تمام عوامل فیلم برای برگشتن دستمزد خودشونو چند برابر کردن. جدا از اینکه تیم برتون گفته میشه چند برابر کرده دستمزدشو، جنا اورتگا همین الان با نتفلیکس در حال مذاکره است و درخواست حقوق 10 میلیون دلاری از این کمپانی کرده. بقیه عوامل هم همینجور، نویسندگان هر کدوم 1 میلیون دلار دستمزد خواستن و فعلا همشون با نتفلیکس در حال مذاکره. خبر بعدی چند خبر کوتاه از فیلم‌های جدیدی قرار بیان. یکیشون مربوط میشه به قسمت جدید فیلم اره که فرانچایز فیلم‌های ترسناکه که همتون میشناسیدش. قسمت دهم این سری فیلم‌ها قرار 5 مهر ماه توسط سونی بره رو پرده سینما. اینجوری که گفتن این شماره قرار آخرین فیلم سری فیلم‌های اره باشه و بعد از 19 سال قرار این فرانچایز رو تموم بکنه. جالبش اینجاست که دوتا نسخه قبلی هم، یعنی قسمت 8 و 9 هم، هر جفتشون همین لقب رو یدک می‌کشیدن. یعنی میگفتن ما آخرین فیلم این فرانچایزیم ولی آخری نشدن. حالا امیدواریم که دهمی واقعا آخرین فیلم این فرانچایز باشه. خبر دیگه در تو فیلم‌ها مربوط میشه به تأخیری که به فیلم‌های کمپانی سونی خوردش. فیلم مادام وب و ونوم 3 و فیلم کریون د هانتر هر کدومشون 1 سال تأخیر خوردن و قسمت سوم انیمیشن اسپایدرمن هم به خاطر اعتصاب بازیگر، همونجوری به خاطر مشکلاتی که توی پشت صحنه وجود اومده، تا زمان نامشخصی تأخیر خورده. این انیمیشن قرار بود 10 فروردین ماه اکران بشه ولی فعلا افتاده عقب. همین که مشخص شدش که انیمیشن پاندای کونگ فو کار 4 2 ماه تأخیر میخوره و اکرانش افتاده به 10 فروردین سال بعدی. این قسمت 4 انیمیشن میشه آخرین قسمت داستان پاندای کونگ فو کار و این داستان برای همیشه تموم میشه. یه فیلم دیگه هم که گفته شده قرار ساخته بشه مربوط میشه فیلم واندر وومن قسمت سومش، که خود گل گدوت مصاحبه کرد گفتش که جیمز گان قول ساخت قسمت سوم فیلم واندر وومن رو توی دنیای جدید دی سی بهش داده و قرار این فیلم ساخته بشه. قبل تر از کمپانی دی سی گزارش شده بودش که ساخت قسمت سوم این فیلم کنسل شده. واسه خود کارگردان قسمت اول و دوم از ساخت قسمت سوم خودش کنارگیری کرد، ولی مثل اینکه قرار با کارگردان جدید دوباره این فیلم رو بسازن. خبر بعدی مربوط میشه به سلبریتی‌ها. توی هفته گذشته مشخص شد که تیلور سویفت قرار با همکاری نویسنده‌های سریال موفق ساکسیشن یه سریال بسازه و خود سریال هم حول محور رابطه‌های تیلور سویفت که الهام بخش آهنگاش شدن. حالا تو هفته‌های آینده حتما خبرهای بیشتری ازش میاد. ولی توی این هفته خبر خیلی جالبم در رابطه خود تیلور سویفت بود. اینکه این خواننده همین الان در حال برگزاری تور دور دنیاشه. حالا رسانه بلومبرگ اعلام کرده که این سلبریتی هر شب 13 میلیون دلار درآمد داره و گفته که کسانی که میان کنسرت قیمت بلیت کنسرت 254 دلاره و این رسانه محاسبه کرده گفته که احتمالا وقتی که تور تموم بشه درآمدی 1 میلیارد دلاری برای این خواننده داره. البته این 1 میلیارد دلار درآمد سود خالص نیستش، یه بخش خیلی زیادیش خرج خود برگزاری کنسرت ها و سهم بقیه برگزار کننده ها میشه. ولی با این حال این هنرمند 33 ساله توی سال 2023 احتمالاً تبدیل میشه به پردرآمدترین هنرمند دنیا و همین الان داره بزرگترین تور زندگی حرفه‌ای خودش رو رقم میزنه. خبر دیگه از سلبریتی‌ها این بود که مشخص شدش که تارانتینو داره مذاکره میکنه که بروس ویلز به عنوان نقش مکمل توی آخرین فیلمش حضور داشته باشه. سال گذشته اعلام شده بود که بروس ویلز به زوال عقل دچار شده و دیگه اصلا نمیتونه فیلم بازی کنه. اصلا دچار اختلال تکلم شده. ولی با این حال تارانتینو دنبال این هستش که حالا به یه ترتیبی بروس ویلز دوباره بیاره روی پرده سینماها. اما بریم سراغ خبر آخر که طبق روال هر هفته خبر سمیه. سم اول مربوط میشه به سسروگن. این بازیگر اومده مصاحبه کرده. برگشته خیلی جدی گفته که من اومدم برم فیلم اوپنهایمر رو ببینم ولی میدونستم فیلمش خیلی خسته کننده است. بر همین نشستم تریلرها رو که نگاه کردم فهمیدم این فیلم خوراک گل کشیدنه. برای اینکه بفهمم که چی خوبه که بکشم برم این فیلمو ببینم با اسنوپ داگ اومدم مشورت کردم. اسنوپ داگ هم بهم پیشنهاد داد که برو قارچ توهمزا بخور. میگه منم قارچو مصرف کردم، رفتم فیلم جدید نولانو دیدم، خیلی هم بهم چسبیدش. خیلی تاثیر فیلم عالی بود و همه طرفداراش هم پیشنهاد داد که حتما قبلش قارچ مصرف کنم. اما خبر سمه دوم بیشتر از اینکه گفتنی باشه دیدنیه. هفته گذشته تولد جورج آر آر مارتین بود که 74 ساله شد و این شخصیتی که الان دارید توی تصویر میبینید خالق شخصیت دیمن تارگریانه که با سنگ مغز زنشو خورد کرد. خالق دنیای پر از خشونت وستروس با این شکل و شمایل هفته گذشته رفت سینما و فیلم باربی رو دید. تازه خیلی هم خوشش اومده بود، حسابی هم از فیلم تعریف کرد. توی وبلاگ شخصی خودش هم نوشت که همراه با همسر دوست داشتنی
میزنیم، رفتیم فیلم باربی رو دیدیم و خانومم تاکید داشت که صورتی رنگ منه، برای همینم من با رنگ صورتی رفتم فیلمو دیدم و خیلی هم بهم خوش گذشت. خب دوستان، اینم از اخبار این هفته، امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. اگه این اخبار رو دوست داشتید یادتون نره که لایکش کنید و تا هفته بعدی خدا نگهدار.